بده بابا دکتر سپرده بود هر وقت حال مامان بد شده درد شدید شد فوری خبرش کن. تو نمیخواد بری پی دکتر بابا جون؟ خسته من میرم یک کمی استراحت کنی بهتر. امشب میخوای بازم تا صبح کار کنی؟ اضافه کار گرفتم باید تمامشون. مادر افلیجت به پول احتیاج داره. اون بیچاره چیزی که از زندگیش فهمیده رنج. تو خیلی خسته ای بابا. نه جنان چه به هر طرف رو میارم ورد میارم مثل این که خودم با ما قهر. ساعت 8 گذشته الان مطب دکتر بازه. خونه و مطب دکتر یه جاست، اگه تو مطب نباشه حتما خونه شه. Yeah.
شروع کنه. گفت که داده به کلت جونه را دیروز یادته کم مونده بود انگشتاتو مرخص کنی. دست و به پا 50 دفعه پشت سر هم میزنم سر 20 تومن نوکشم چیزی من 30 تومن میدم. سلام پول وز رومیز به شرطی که نیم دهی نه نگذره بزمی خیالت راحت باشه در به مبم نهیریم به سر شما قسم حیل خواب چرا میکنی لب که نبینیم کامش میکنم کار صورت بدیم ما خوش داریم کس پشت سرمون وانسته با تو هم خوش گله بریم سب کن بذار با ساعت کنترل کنم هر وقت گفتم شروع میکنی حالا بشه قیدشو بزنی زرت فتما گفت بله خوب حضری آره جونم یا سی تو من خیلی خواب حضر هستیم شروع به درد یا خرافه شد نه ترچونم چیزی نیست دیدی گفتم باری کلا دختر خوب پاشم دیگه هیچ نگرانی نداره خانم از فردا میتونه مدرسه بره فقط مواظب باشین خودش زیاد خسته نکنه اون دوایی هم که قبلا داده بودم بخوره خیلی متشکرم آقای دکتر اون خانومی که تو اتاق انتظار هستم نیست که خیلی عجله داره الان دارن لباس عوض میکنن خانم الان میاد این باشی نیستن این انگشت ما رو لعیم کنن اینه چرا آبودین اینجا باید میبازین درمونگا تا درمونگا یه فرسخ را سابجید بعد موقعی اومدی من داشتم میرفتم عیدات مریضی ایشون خیلی وقتی منتظرن فقط یه دقیقه داشتا بی خیالش باش تو تا اون بخیا کارشو میکنی خیلی خب بفرمایید آبوجیشو حاضر کن چشم پس حالا نمیتونیم چرا لطفا یه دقیقه بشینی بیا بریم از کوفی بینم اگه گفتین این اسکلت نره یا ماده نره دیگه مگه نه بره خبر ده آفتاره خوب فهمیدی خیلی سرت میشه ده انگولای که کم بسته بفرمی روشنی شما اینجا هستین شیر خانم سلام عرض میکنم لابد برای مادرتون اومدی تو پدرتون تو اداره میگفت حالش هیچ خوب نیست اما از حق نگذاریم از شما خیلی تعریف میکرد دیوان آخه دکتر جونی صاحب مرده گوشته انگار داره لفت و شک میده تموم شد پانسمانشو خانم میکنه من مریض دارم باید برم آخه پدر منو داره مردی بعد نگفتم بسته دیگه آقای دکتر الان میام شیرین تموم شد
اگه عجله داریم با ماشینم برسونم بهتون شیرین خانم. متشکرم. تعارف نکنیم، بفرمایید برسونم بهتون. گفتم متشکرم. خیلی خودت. معذرت میخوام که معطلتون کردم. بریم. سلام آیدر. سلام علیکم. بفرمایید از این طرف. اتومبیلم تو حیاطه. خواهش میکنم. چرا دماغی هستن آقا؟ چیه چشات چارنل دنبال دختره میدوه؟ نکنه خاطر خواهش بود یا ما نمیدونستیم؟ آره دوستش دارم، هرچند باباش مخالفه، اما بالاخره مال خودمه. دختره چطور دوستت داره؟ اومدی با یخت نگرفت و دختره ازت خوشش نایمه؟ میخرمش باباش تا خرخره تو قرضه، با پول میخرمش. با کدوم پول؟ انگار گنج بده کرده. مثل این که یادتون رفته نقشه فردامون چیه. ناامید نباشین خانم، این روزا علم طب معجزه میکنه. بیچاره جمال، اونم به پای زحمتای من پیر شد. 7 سال مدتی کمی نیست با این پولایی که خرج درد بی درمون من کرد. میتونست اقلا دخترمو خوشبخت کنه. شیرین نتونست به تحصیلاتش. با این فکرها خودتون رو ناراحت نکنین، خود شیرین هم نمیخواد شما به این چیزا فکر کنین. اینطور نیست شیرین؟ بایستی زودتر منو خبر میکردی. بهت گفته بودم که هر وقت حالش برم خود از سر خیابون بهم تلفن کنی، هم زودتر میرسیدم و هم تو زحمت نمیکشیدی این قرار رو پیاده به مطب بندی. راستش رو نمیشد بیام دکتر. برای چی؟ آخه تا کی میشه بدون دریافت حق ویزیت مریض و معالجه کرد؟ تو واقعا منو اینقدر غریبه میدونی؟ خب این مهم نیست، هر وقت پول داشتیم میدیم. از این گذشته شما اگه دوست صمیمی خواهرم مژگان نبودین، باز هم به اقتضای حرفم موظف هستم برای معالجه مادرتون تلاش بکنم. شما خیلی خوبین دکتر. پدرتون خونه؟ آره بالا. میتونم یه دقیقه ببینمش؟ بفرمایید. متشکرم. معذرت میخوام بیدارتون کردم آقا جمال، مثل اینکه خواب بودین، خیلی خسته اینا. سه شب نخوابیدم دکتر، خیلی مزاحمتون میشیم، باید برم. بیا شیرین، خواهش میکنم. متشکرم. حال زنم چطوره دکتر؟ اومدم که راجع به عمل جراحی خانمتون با شما صحبت بکنم. سیاتیکش عود کرده، پاش کاملا فلج شده و هیچ امیدی نیست بتونه تکون بخوره. معذرت میخوام ناراحتتون کردم، شما به اندازه کافی ناراحتی دارین. البته من هنوز متأهل نشدم، ولی به رنج شوهری که زنش در بستر مرگه میتونم پی ببرم. متشکرم دکتر. خب چیکار باید کرد؟ اولا نباید نومید شد، به دخترتونم گفتم این روزا علم طب معجزه میکنه، در ثانی برای خانمتون حتما باید عمل جراحی ترتیب داد، هر چه زودتر باشه بهتره. شب بخیر. خوابیده؟ آره. خوبه، بخاری رو همیشه روشن بذارین، هرچند که آخر بهاره ولی هوای اتاق باید گرم باشه. چند تا آمپول مسکنم دارم که بعد بهتون میدم. متشکرم دکتر. از قول من به مژگان سلام برسونید. چشم. راستی مژگان خیلی مایل شما رو ببینه، دیشب صحبت شما بود، خیلی ناراحت بود که دیگه مدرسه نمیرین. مژگان همیشه نسبت به من لطف داره، دختر خوشقلبیه و خیلی خوشحال میشد اگه فردا صبح بهش سر میزدی. مژگان فردا مدرسه نمیره، تعطیله، بهش بگم که میایی. اگه حال مامانم خوب باشه میام. من و مژگان امشب برای سلامتی مادرت دعا میکنیم. تم دعا کن. پدرم میگه خدا با ما قهره.
هیچ کس قهر نیست. شب بخیر. تو بیرون نیا، من راه رو بلدم، سرما میخورم. تو نکنده زود باش بیا سر کاره. سلام تو رو. سلام. حالا مال این دفعه سومه که دیر میای. خلاصه مواظب باش. برون فلاشر ببر. حسن باید بهت گفت. حقیقت اینه که دیگه برای شرکت مطلوب نیست که بتونه به شما مساعده بده. تا امروز 12500 تومان شما مساعده گرفتیم. اگه این مبلغ رو پرداخت کردیم بعدم بازم بهتون یک کمک هایی میکنم. آقا شما مساعده رو که هر ماه حقوق من کم میکنه قربان، ولی الان باور کنین خیلی احتیاج دارم. موضوع مرگ و زندگیه. آخه هیچ کس به اندازه شما از شرکت مساعده نگرفته آقا جمال. بزنین یه مدتی بگذره بعد یه فکرایی میکنیم. خب چطور شد؟
سمد آقا. آره خدا برکت بده. مرسی جون، کاش همش مال من بود. انشاءالله. آیا مجده باست اوهای فردا اسکناس های نو بیتون تو که همشون یه شبه میبازی؟ نه نعمت خان اوضا عوض شده، حالا دیگه میبرم. اول جمال خان صبح بخیر. رازی چه خبر؟ دیشب شیرین خانم دیدم اومده بود مطب اون دکتره. تا اونجا چه کار میکردیم؟ رفیقمون دستش زخمی شده بود، رفته بودیم پانسمان کنیم. بود بازم سر میز قمار دعواتون شده بود. آره چم مسخره کن جمال، این قدام که فکر میکنی آدم نامیزونی نیستم. تو همیشه میزونی. آره همیشه میزونی. مسخره شده رو بوده هر شب، هر شب البته این طرف. ابرو نمیره. بازم حالا. نه بابا تفلا یکم یه قمارباز و یکم یه شرکت بودم، این حسین استخدامش نمیکرد. حسین رو به خاطر پدر خدا بیامرزش استخدام کردن. بیچاره آدم خوبی بود. خب چه فکر میخوای واسش بکنی جمال خان؟ واس کی؟ واسه دختره چیرین خانم. ما خودمونیم ماشالله، هزار ماشالله. دهانتو ببن، نمک رو زخمم نپاش. هزار دفعه بهت گفتم اسم دخترم رو زبون کثیفت نیار. اختیار دارین جمال خان، حسین آقا هر شب دهنشو با عرق دادشه میجوره. چه خبره؟ شما دیگه شورشو در آوردی، مگه من چمه؟ تو؟ مثل که تو هنو خودتو نشناختی. خودت انقدر نگی جمال خان، پیادشو با هم بریم. اگه بازم ادامه میدی خفت میکنم. بهت گفتم دهنتو ببن، کش گفتم دسته بکش. آره جدن دارن آبرومونو میدارن. ای داده بیداد، اینا بازم به جون همون برای خفت شدنه. ببین چه با دارن آبروزی میکنن. بابا جو فکر مردم رو بکنید. ببین چه علم شنگه بپا کردن. دیگه سریت و اصلا خیافه گرفتید باره دیگه. حیوی نداره جمال خان، بالاخره یه روزی به همین قمارباز احتیاط پیدا میکنی. شانم آخرش خوشه. اگه خوابش رو بشه چه خبره تون آخه بسته دیگه. بابا خجالت داره دیگه. سلام خانم مژگان تشریف دارن. ای بزرگ خانم، شما این چقدر بزرگ شدید. خواهرتون خونه هستن؟ بفرمایید تو خانم شیرین، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، مژگان رفته بیرون، الان برمیگرده. با اجازتون میشینم تا بیاد. قشنگ پوشیدی. پارسا جشن تولدم خواهرت مژگان برام کادو آورده بود. شما اون موقع اروپا بودی. چه قشنگه. منظره تو خیلی شیکه دکتر. هرچی نگاه میکنم سیر نمیشه. طلیقه مادر و خواهرامه. از وقتی که از اروپا برگشتم هنوزم درست حسابی به وضع خونه رسیدگی نکردم. بفهمید. مطبم صبح نیمه تعطیله، بعد زورا میاد. بفرمید. خب مادرت حالا چطوره؟ دیشب برای اولین دفعه راحت خوابید. الحمدلله. تو چطور؟ دیشب راحت خوابیدی؟ دکتر اگه مادرم راحت باشه منم راحتم. حق داری شیرین، اون مادرته. ولی تو هم به اندازه مادرت احتیاج به معاینه و معالجه داری. میدونی؟ واسه همین بود که خواستم بیای اینجا. به ظاهرت نگاه نکن شیرین. از رنگ روت معلومه که کم خون و کم غذا هستی. اعصابت ضعیف. بشین. خب دیشب دعا کردی؟ حتما دعا کردی که خدا به مادرت شفا بده و به پدرت صبر و حوصله. اینطور نیست؟ دکتر مگه باید با دعا از خدا خواست که به بیچاره کمک کنه؟ اگه خدا بینا نیست میبینه شیری. ما گاه گاهی اونو فراموش میکنیم. حالا
سعی کن نور آفتاب رو ببینی و گرمای اون رو حس کنی. تاریکی های زندگی انقدر تو رو تحت فشار قرار داده که نسبت به همه چیز بدبین هستی، حتی احساست مثل موجودات پیر و ناتوان میمونه. اون آمپولای مسکنی که دیشب گفتم واسه مادرت دارم این هست، موقع رفتم ببرش. بگیر دکتر. چیزی نیست، برام به عنوان نمونه میفرستم. حالا میخوام یه سوالی ازت بکنم، ممکنه به نظرت بعید بیاد. روزی چند دفعه میخوام نشیری یا تبسم میکنی؟ خیلی وقته که نخندیدم دکتر، یعنی قلبم نخندید. آخه من از این دنیا به جز تلخی چیز دیگه ای ندیدم. معذرت میخوام دکتر که به قول شما مثل یک موجود پیر و ناتوان حرف میزنم. نه بهتره، میخوام هر عقده‌ای که تو دلت هست خالی کنی. میدونی از نظر روحی من تو زیاد با هم فرقی نداریم، همونقدر که تو از تلخی زندگیت رنج میکشی منم از زندگی تجملی بدم میاد. میلیون ها ثروتی که از پدرم باقی مونده هیچ ارزشی برام نداره. مثل اینکه مژگان اومد. نظرم تو مطب بشه. باش سلام. سلام بگر مهمون خونه، الان میاییم پایی ببینم کی من خواهده. حالا تنم نکرده بودم، امروز اولین روزیه که پوشیدمش. میدونی باهات قهرم ها. چرا؟ برای اینکه همیشه به مطب داداشم سر میزنی ولی یادی از من نمی کنی. آخه مادرم مریضه. مولکان تو که میدونی مادرش مریضه. میدونم، شوخی کردم. راستی این چه طرز پذیراییه؟ برش داشتی آورده اینجا که به اسکلت نشون بدی؟ بیا بریم شیرین جون، تو مطب دکترا آدم سالمم مریض میشه. فال قهوه بلد بودی شیرین جون. وای من یادم رفت مشکل. خیلی جالبه مشکل، مگه دکتر بوکسور بوده؟ آره دیگه، قبل از اینکه اروپا بره از قهرمانای بوکس دانشگاه بود. چرا طرفا بفرمایید بشینید، اینجوری که خسته میشید. نه دیگه دیرم شده، اگه اجازه بدید مرخص میشم. دو دقیقه که چیزی نیست، قهوه رو میخوریم وقت منم برات یه کمی پیانو میکنم. متشکرم. بفرمایید بشین. آه متشکرم. نگاه کن وقتی پیش خدمت ها میرن مرخصی همه جا رو گرد خاک میگیره. واه واه ببین چه نقشی انداخته، یا 100 سال یا 100 روز دیگه یه نامه یا یه امانتی به دستت میاد، یه شوهرم توش میبینی. چیه مشکان جون؟ بهش کن شیرین جون، بهت گفتم دکتر همش چاخان میکنه. میشه تو دخالت نکنی. کوروش با مادرم آشنا هستی شیرین؟ بله. سلام خانم، خوشبختم. ایشون همون دختر خانمی هستن که میگفتم مادرشون مریضه. اگه وقت کردی یه سری به ویلامون بزن، باغبونه میگفت مدتی برق قطع شده. همین الان میرم، کاری ندارم. خب دیگه با اجازه شما زحمتو کم میکنم، خیلی دیر شده. ایوا چرا به این زودی؟ آخه مامانم تنهاست مشگان جون. خداحافظ خانم، ایشالا بازم میام پیشه. ببین شیرین جون، من این دفعه رو قبول ندارم و یه دفعه دیگه هم باید حسابی بیاییم. حتما میام. بله قول داده که حتما بیاره. البته.
بر بیا این میزو جمع کن. قول دادی که حتما بیاد. آدمای خوب هیچ کاری نداره. چطور میدونه که من خوبم؟ اینا بهتر از ما خوب و بد اصلا میفهمن، چون مثل آدم ها زرنگ و هیلگر نیستن. اینطور نیست پشمه؟ حالا به خانم شیرین بگو که به خونه ما خوش اومدید. چه سگ با ما هستید. دوره بار در واکو میخوام خانم رو ببرم برسونم. حاضر زحمت شما نیست، خودم میرم. ببا چه زحمتی شیرین جون؟ آخه مزاحمشو میشم. تعارف نکنی شیرین خانم، بفرمایید. متشکرم. اجازه کار دارم شیرین جان. خلاصه هر وقت پرسات کردی پراموشمون نکنم. مجدان یه دقیقه اینجا کار دارم. خدا مواظب پول باشا کوروش. وقتتونه گرفتم دکتر. بهت گفتم که خودت هم احتیاج به استراحت داری، باید به حرفام گوش بدی. یادته؟ قول میدی که گوش بدی؟ آره. بارکالله. حالا که دختر حرف شنوی شدی پیشنهاد میکنم که سری به ویلام بزنیم. هم شما هوا میخوری هم من به برق اونجا رسیدگی میکنم. نه آخه میدونی به اومدی نست زیاد. آخه دیر میشه دکتر، مامانم تنهاست. تنها نمیمونه، زود برمیگرد. چی فکر میکنی شیرین؟ چرا من اینجا آوردین دکتر؟ برای اینکه دنیا رو وسیع و زیبا ببینم. من دکتر روانشناس نیستم، ولی میدونم که انسان هر چه در محیط خفه زندگی کنه به همه چیز بدبین میشه. برعکس، وقتی که من زیبایی های طبیعت رو میبینم مادر بدبختم جلوی چشمم مجسم میشه. مادرم با تمام رنجاش. با وجود این وقتی که خونه برگشتی امیدواری در وجود خودت حس میکنه. من فکر خودم نیستم دکتر. شیری، تو پدر مادر تو خیلی دوست داری؟ کسی رو دوست داشتی؟ البته به غیر از پدر مادرت. دکتر اجازه بدیم برگردیم خونه. دکتر معذرت میخوام شیرین. معذرت برای چی؟ یه قولی به این میدیم. چه قولی؟ که دیگه منو دکتر خطاب نکنی. دلم میخواست تو منو به عنوان یه دوست بشناسی، نه یه دکتر. شما چه عیبی داره؟ فکر نمی کنم دوستی با برادر مژگان برای تو توهین آور باشه. نه نه دوستی ابدا، برعکس انقدر خوبه، انقدر. ناراحتت کردم شیرین؟ نه حالا سعی کن برای یه لحظه تبسم کنی شیرین، میتونی؟ فقط یه تبسم کوچیک. بودم و میتونستم از این زیبایی اشکا و تبسم تصویری بکشم که ببینید چقدر قشنگ شیرین. دکتر تو این حرفا رو از رو ترحم میگی؟ قرار نبود منو دکتر خطاب کنی، اسمم رو بگو. بگو کوروش. کوروش دوست دارم، دوست دارم.
من مخصوصا تو رو اینجا آوردم که دور از جنجال و آلودگی های شهر در زیر آسمان صاف بگم که دوست دارم و حاضرم هر کمکی که از دستم برمیاد برای تو و خانوادت بکنم، البته اگه اجازه بدی. اگه مادرت اجازه بده. اون امروز خیلی با سردی از من استقبال کرد، من حس کردم. آره شیری، زندگی اشرافی مادرم مانع از اینه که بتونه اونم مثل تو احساس عمیقی داشته باشه، ولی یه روزی اونم تو رو میشناسه. میترسم بابام برگرده و از اینکه ماما رو تنها گذاشتم ناراحت بشه. گفتم مادر تنها نیست شیری، ناراحت نباش. بری علی تک به دستور آقای دکتر دوارم آوردم، یادت رفته بود برداری. مژگان نمیدونم چجوری محبت های تو و برادرت تلافی کنم. اگه تعارف رو کنار بذاری بهترین تلافیه. ماما جا حالت چطوره؟ خب ای وای، اسرائیل اومد. کدوم اسرائیل؟ صابخونه رو میگم دیگه، همیشه مزاحم باباست، مخصوصا آخر برجا. آخ چه تصادفی، پدرم هم اومد. برو بابا فردا بیا حاج آقا، امروز که مساعده نایدن هیچی، حقوق هم نگرفتن. تو که چهار ماه داری همون غزل رو میخونی. تو هم که چهار ماه میگی کلنگو میارم خونه رو خراب میکنم. اگه راست میگی بکنم آقا شر این لونه لعنتی خلاص بکن. آخه یه ساله که میگم بیار این گودال رو پر کن که مثل قبر هر روز به دنکجی نکنه. در و دیوارای خونه همه سوس و عقرب برداشته، بارونم که اومد سقف خونه شر رو شر رو سر زن و دخترم میچکه. چیکار کنم آدم که تو داری شعر میگی پدر؟ آخه میگی چیکارت بکنم؟ کلنگو بردار خونه رو زیر رو کن، یا کلنگم بزن اینجا راحتم کن. آخه این که کرایه نشده، این که زندگی نشده. ده به نظرم بدهکار شدیم ها. چهار ماه آقا کرایه رو نهیده، تازه دو قرط نیمشم باقیه. پنج شیش ساله که زنم بستری حاج آقا، ماهی هزار تومن نباشه حداقل 500 تومن خرج دکتر دواشه. الحمدلله ماهی 230 تومنم که به این خونه خرابات کرایه میدم. به والله 5 ساله که من و زنم و دخترم روز خوش که نیدیم، این چی شده؟ هفته خوراک گرمم از گلومون پایین نرفت. به حسابش داری یا نه؟ لا اون وقت من بدبخت با ماهی 750 تومن چندر خواست حقوق، میگی چه خاکی به سرم بکنم؟ آخه جمال خان خانشه بل کن، بگو جمال حماد، جمال خرده بگو که آخه فوش که کرایه نشد. فرده بیا نمیدونم، اگه اصلی حقوق دادن یه چی بهت میدم، اگه نه خودت میدونی. این خونات اینم بل کلنگم خودت بیاد بزن زیر روش کن. بابا مثلا اومدیم کرایه امونو بگیریم، خواهش تو اون سرت کسی هیچی ندار ندید بادی نوبه. حال مادر چطوره؟ چیزی خورده؟ الان میرم براش سوپ بیارم بابا. به یارو اغذیه فروشه بگو ورشکست نمیشه، امروز هم نسیه بده فردا که اون کتاب میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ به پدرت بگو یه مبلغی به عنوان قرض ازم قبول کنه، هر وقت داشت به این پس بده. نه مژگان، پدرم به خاطر این همه حق القدم که به برادرت بده کن، برادرت به هم یاد داده، اون گفت مقاومت کن. بی خود نیست که برادرم تو رو دوست داره شیرین جان. خب پس من دیگه میرم، با مالت مثل که خوابیده. سب کن منم باهات میام، میخوام از اون عقضی فروشی پایین برای مامانم سکون ماه بگیرم.
برسونمتون. گفتم نه، متشکرم. میل خودت جونی. عجب آدم پررویی. کی بود؟ با پدرم توی یه اداره کار میکنه، اسمش حسینه. نمیدونم چی از جونم میخواد، هر روز دنبالم میفته، دائم مزاحم منه، همش اذیتم میکنه. فرمایشی بود؟ آفن آقا سرکارگر اینجا کار داشتم. همین ساختمون طبقه اول. زود برمیگردی نه حضرت آقا؟ الان برمیگردم، لطفا در رو نبندی. عجب از این برا، با چی کار داشتید؟ با سرکار یه عرضی داشتم، اتفاقا خیلی مایل بودم که تنها ببینم اتفاقا. اگه منظور عیادت بنده است، من مریض نیستم آقای دکتر. نه خیر، من به عنوان یه دکتر اینجا نیومدم، البته به عنوان یه دوستم نیومدم، چون تا اونجایی که میدونم با هم دوستی نداریم. شما مثل اینکه دختر آقا جمالو میشناسین. آه، شیرین خانم رو میفرمایید؟ بله. سیگار؟ سیگاری نیست. نه ترسین، سرطان نمیگیره. اونجا که اطلاع دارم علت آشنایی شما با شیرین به این دلیلی که با پدرشون توی یه شرکت کار میکنه. خب حالا چی میخوان بگین؟ میخوام بگم وقتی که دختری هیچ رغبتی به آشنایی با شما نشون نمیده، سعی نیست دنبالش بیفتین. مثل اینکه یادتون رفته اینجا مطب نیست آقای دکتر. شما مثل اینکه فراموش کردین که توی این مملکت هر کسی صاحبی داره. شیرین خانم صاحب داشت و ما نمیتونستی. شیرین فقط یه صاحب داره، اونم پدرشه. صحیح فهمیدم. پس شما وکیل وسیع ایشون هستید. اینطور خیال کن. در هر صورت با زبون خوش بهت اختار میکنم که دست از تعقیب شیرین ورداری. نفهمیدم. حالا کارت به جای رسیده که برای ما شاخشونم میکشی؟ برو بابا حال نداری. خیلی دلم میخواست که مثل تو بودم تا نشونت میدادم که حالشو دارم. چی؟ مردم بخیه کنی، جمع کنت اینجا باره بیرون. یالا زمنم برای اینکه پا تو کفش مردم نکنی، این حق ویزیت ناقابلم داشته باشه آقای دکتر. میگه
یا نه، والا من از این پیش آمد متاسفم. برای اینکه اطلاع داشته باشی باید دیست بدونی که یه موقع ورزشکار بودم. در هر صورت اگه طوری شدیم مطبم بعد زورا بازه. تشریف بیارین، حاضرم زخماتونو مجانم بخیه بزنم. توی همچه خونه خرابه ای زندگی پدرم اون بالا مچکرم. یارو معلومه دیگه، کسی که یه بطری رو تنهایی خالی کنه حق داره پنجره رو توی این سرما باز بذاره. سلام. خب کاری با من داشتی؟ اینطوری به من نگاه نکن جمال، صبح تا حالا خیلی فرق کرد. از سر و عرضت معلومه، لابد بازم دعوات شده. پول در آوردن این زحمت ها هم داره. آه هرلی میزونه میزونه، یادگاری پدرمه، 4 نسل خدمت کرده، هنوزم کار میکنه. شیرین. بله بابا. دوای مادرتو گرفتی؟ دارم میرم بابا، همین الان. بجون بابا دیر میشه، دواخونه میبرم. خیلی خوب. مثل که مزاحم شدم. مرزی خب که گفتی با من کاری داری. حال زنت چطوره؟ ای از لطف خدای مهربون زیادم خوب نیست. دکتر چی میگه؟ کدوم داشت؟ همون که برای معالجه زنت میاد اینجا. آخه امروز اومده بود پلوی من. من چه؟ ذکر به خیره دخترتو میکرد به چش جان. یادت امروز صبح بعد از اون همه دریوری هایی که تو را فقط حوالم کردیم بهت گفتم بالاخره یه روزی به دردت میخورم. مادم بهت بگم که حاضرم کمکت کنم. تو آره شوخی نمیکنم. نگاه کن ببین دست و منی 50 تومانی 100 تومانی چکای تضمین شده همه شو تو قمار بردم، همون قماری که تو ازش بعدت میاد. 145,000 تومان پوله، هر چقدر میخوای برداشتن همش مال تو. با این پولا خیلی کارم شکرد. حالا هم میتونی زنتو معالجه کنی، هم قرض و قولات. آره مگه چه عیبی داره؟ عیبی که نداره، ولی عجیبه که آدم قمارباز به فکر کمک کسی دیگه ای باشه. اختیار داری، اینا مشروط. حد بوتی خالی خوشم نمیاد. با
اینکه زیاد خوردم ولی بازم باید یک گیلاس میزنم. چی شد؟ پس گفتیم پولا رو برای منو بیاره. تا آخرین دینارش. مستی و راستی. سلامتی. در مقابل چی؟ در مقابل دخترت. من نخرمش، بالاخره به یکی دیگه میفروشش. تازه معلوم نیست بتونی با این همه پول نقد بفروشش. گاه تاسفت سخت اومدی معامله کنی؟ خیال کردی همه مثل شرافت و زندگیشون روی پول شالتنبازی ترتیب میدن؟ اینقدر دم از شرافت نزم، بدبخت فلک زده. خوبی هم سرت نمیشه؟ من دارم خودم واسه دخترت به آب آتیش میزنم، اما تو نمیفهمی. میخوام سر به تنت نباشم بست گمار باز. یالا پاشو گروتو گم کن، از خورم برو بیرون. این کسافت رو مرده ببم. تو چندین ساله که داری من توهین میکنی؟ چیزی نگفتم. صد بار تغییرم کردی، حرفی نزدم. به قول همتون لاته بی سر و پای بودم، خواستم عوض شم، تو سرم زدی. حالا موقعشه که تلافی کنم. بدبخت گدا، دخترتو باید زن آدم گشنه تر از خودت بشه، نه پول داری مثل من. تو مستی؟ آره مستم، مست. تو مستم کردی، دخترت مستم کرد، اون دختره مستم کرد. میکشمت، همتونه میکشم. همتونه میکشمت. از اینجا بخشی کشمت حالا دخترتونه میدی یا خفت کنم؟ ترجیح میدم دخترمو بکشم ولی به تو نمیدم. میخوش بگم جاز اینجا. خفت دخترت بهم نمیدی از منم نشه تو بهش تحویل میدم. بدبخت گشته نمیدارم زنده بمونم. دون چی میخوایی از رو زنده بمونی؟ تو رو بیمیش ارگان باید بیمیش. Thank you.
از جا تخم خوردیم ماما، برات خطر داره. چه شب وحشتناکی بود. چی شده؟ یه شید اونی اومد، شاید خواب بود. بازم نفته چراغ تموم شده. چی؟ پاچه خونی شیری. عجیبه، دستام هم خونی، در صورت که جایی زخم نشده. شیری بابات کجاست؟ برو ببین کجاست. برو. خیلی زیر بارون میگرده، بهش بگو بارون بند اومده بیاد بیرون. کدوم رفیق؟ رفیقون کیه؟ بایی داره چه خنگه. میگه کدوم رفیقتون؟ حسن خانو میگین دیگه، پرسیدن نهره. با
با یه کیف دستی اومد، با یه کیف پر. آره توش پر از برگ چغندر بود. نو کرده چی کارش داشتی؟ یعنی واسه چی خیال میکنی؟ واسه چی میمادی؟ ما کاری به کار شما نیریم، اما خودمون یه حساب کوچیکی با حسین آقا داریم، یعنی همش انقدر حساب. آره تو بهش بگو بیاد بیرون، خودش میدونه. باور کنی هیچ کی نمیاد اینجا، یعنی اصلا هیچ کی هیچ کی نمیاد. جلال میگه نیومده، تو میگی چی کارش کنی؟ اومدنش که با اومده. شنیدی نوکرت هم؟ یارو فکر کرد میتونه سر ما رو شیره بماله، اما خبر نهره مثل سگ تازی دنبالشی. حالا میگی بیاد یا خودمون با احترام نعششو بکشیم بیرون؟ ما به خودی معطل، آجان آقا خیلی وقت رفته. بله سکا دروغ میگه، داره کلک به ما میزنه. کجا گور به گور شد ها؟ میگی یا بزنمت به سلامیه به چستی به دیوار؟ خواهی درد سر درست نکن، فقط بگو بینم کجا جیم شده. ما یه ساعت سر کوچه واسش سایک نشستیم، تنها کسی که از این در رفت اومد که اون دختر خوشگله بود داشتن. ببینم نکنه از رو دیوار سوتش کردی ها؟ آره از دیوار یادم اومد، یادم اومده از دیوار رفته شده. آخه فوش هم داد منم زدم از پنجره افتاد. نه یعنی خودش پرید، یعنی خودش پرید. نگفتم به تو صدجیق مال آسم بود، نامرد در رفته. خیلی خوب باشه، اما بهت بگم اگه باش دست به یکی کردی واسد نمی صرفه. فهمیدی چی گفتم یا نه؟ اون جونور رو بهش میگن اصغر گاف کش، منطقه موقع کشتن گاف اینکش رو ور میداره. اون اخ پسرم بهش میگن آق جلال، بچه خوشقلبیه، خوبیش به اینه که پوست گاو خیلی با سلیقه میکنه. به ما میگن رزدیبونه، رفقا واردن، هر کی سرش سنگینی کنه سبکش میکنیم. خلاصه امشب رو به مرمت این سه چاکر راحت کن، فردا بازم مهمونتیم. اگه اون حسین ناکسم اومد سراغت از قول ما ببوسش تا خدمت برسی. مردم رو تحویل گرفتی؟ بری بچه ها. این آق رضا هر وقت بخواد کسی رو ناقص کنه قبلا حواله میفرسته ببوسنش. خلاصه باش رابیه، جوان خوبیه. Thank you.
عجب امروز تلفن بهداشتی دعویتمون بکنه. نکنه اونم شنیده که امروز گل خبری نیست، قهر کرده نیومده. فکر نمی کنم ربطی به کلید داشته باشه. در هر صورت باید نیست که یکی از افراد اینجا توی این کار دست داشته باشه. سلا دلیل فعلا افراد داشته باشه. میکنی تا یا همتون مثل یه قمه خیره شدیم. مگه آدم نهیدین شما آخه؟ مثل اینکه از موضوع دیشب حسین خان خبر ندارید. از دستگولی که دامادت باب داده خبر نداری؟ میدونه بابا خودش زده رو شوخی میکنه جمال آقا. ناراحت نباشین، دیر اومدین خبر نداری. خبر چی رو؟ آخه دیشب حسین خان دافتندوق شرکت زده. تعجب میکنم چه یه دونه کلید بود چطور؟ مطمئنی که نمره سواری که دیروز عصر اینجا اومد 55239 بوده؟ بله یادمه همچون نمره‌ای بود. این گواهی نامه راننده ماشینیه که تو این کیف بغلی پیدا شده. درست دقت کن، صاحب این عکس همون شخصی که اینجا اومده یا کسی دیگه یه از ماشینش استفاده کرده؟ بله خودش. بسیار. ای نالو کی 100,000 تومانو پاک پارو کرده بود. یه پاپاسی هم نذاش اینجا بمونه. ببین سر برجی دست بال ما رو چجوری تو حنا گذاشتن. چطور یه همچی کسی رو حاضر شدن اینجا کار بدن؟ بعد کاری که نکردم، فکر کردن آدم میشه. میگم تا حسین آقا دستگیر نشه به هیچ کس حقوق نمیده. حالا اومدیم و دستگیر نشو. حالا خوبه که دوزه شناختن، فهمیدن کار کیه. پایداش چیه؟ اینجا حقوق نشد. همین روزا میگیرم میچپوننش تو هلوفتونی. تو چرا خوشگل زده؟ نه ترس، گشنه نمیمونی. اگه حسین زیر خاکم رفته باشه پیداش میکنن. متاسفانه از طرف مدیریت شرکت مأموریت دارم به عرضتون برسونم تا وقتی که دزدا دستگیر نشدن تمام کارمندان قسمت حسابداری تحت نظر قرار خواهند گرفت. البته این دستور شهربانیه، تحقیقات اداره پلیس ادامه داره. ما چرا باید چوب دیگرانو بخوریم؟ ما که گناهی نداریم، الحمدلله که دزد شناخته شده. که منم مثل شما یه کارمندم و مطمئنم هیچ کدوممون گناهی نداریم، ولی میدونیم که دزد یا دزدا هنوز دستگیر نشدن. درسته که اداره پلیس از روی آثار انگشت و مدارک دیگه هویت حسین رو روشن کرده، ولی به طور حتم دست کسان دیگه هم در کاره و به نظر اداره پلیس بعید نیست که این شخص از بین خود ماها باشه. بهترین دلیل عرایض بنده همین کیف بغلیه که تو دست آقای کارگاهه. این کیف متعلق به یه دکتره که لطفاً از بردن اسم دکتر تا تحقیقات کامل خودداری فرمایید. تا اونجایی که اداره آگاهی اطلاع داره ایشون یکی از پزشکان محترم این شهر. وجود این که مدارک به دست آمده و اظهارات درهم برای محکومیت دکتر مورد ذکر کافی به نظر میرسد، اداره شهربانی از افشای نامه وی هنوزم خودداری میکند. نه خیر، ساکت موندن کار احمقانه ایه. من باید برم حقیقتو بهشون بگم. بله، و مخصوصا اضافه کنید که چون عاشق یه دختر بی سر پا بودی خودتو بی گدار به آب زدی. بذار روزنامه ها تعریفتو بکنن، مردم بگن دکتر درجه یکی. اما اگه از من بپرسی تو همون بچه مدرسه ای هستی، هیچ عوض نشدی، مخصوصا خصوصیات اخلاقی. فرق منو تو از نظر خصوصیات اخلاقی اینه که تو فکر میکنی دختری باید بگیرم که پولدار باشه، از خانواده سرشناس باشه، کسی باشه که از پدرش میلیون ها ثروت به ارث ببره، ولی دختری به درد من میخوره که در آتش فقر و محرومیت دست وا میزنه ولی نمیسوزه، مبارزه میکنه. میفهمی مادر؟ باز که داری شعار میدی. حالا که فکر میکنی شعار میدم، پس بذار واضح تر بگم. من دختری نمیخوام برام توییت برخصه. دختری به درد من میخوره که بتونه شخصیت و موقعیت خودش و شوهرش رو حفظ کنه. کما این که داره حفظ میکنه. نه شیرین هیچ تقصیری نداره، اون هنوز نمیدونه من واسه چی دوستش دارم. فکر میکنه علاقه من نسبت اون از روی ترحمه، در صورتی که من از سادگی و نجابت اون خوشم میاد. چیه زهره؟ مژگان اومد. تنها؟ اون شیرین خانومم همراه شه.
حدس میزنم. نرفته بودی، این حسین لیاقت اینو نداره که سر به سرش بذارید. پدرم هم ازش بدش میاد، حتی دیشب که اومد خونمون با نفرت ازش استقبال کرد. دیشب؟ حسین دیشب اومد خونتون؟ که اینطور. پس دیشب حسین اومد خونتون. خب دیگه چی؟ آره دیشب حسین اومد خونمون، کمی هم مست بود. صحیح، کمی هم مست بود ها؟ بعد چطور شد؟ بعد نفهمیدم، یعنی آخه پدرم منو فرستاد دواخونه دوا بخرم، وقتی برگشتم واسه رفته بود. مسلمه، خیلی هم ساده است. پدر خانم به بهانه دخترشون رو میفرستن بیرون، بعد پولی رو که با حسین از گاف صندوق مردم کش رفته بودن بین خودشون قسمت میکنن و میرن پی کارش. مادر، فقط کسی که در این میون بدنام میشه این آقا پسری. پدر شیرین از اون آدم ها نیست که تو فکر میکنی. من فقط یه فکر میکنم آقای دکتر، من فکر میکنم اگه این خانم خیلی لطف دارن دست از سر ما و خانواده ما بردارن، تشریف ببرن پی کارشون. کوروش اینه شما هستید؟ بله؟ بله خودم هستم و میدونم برای چی اینجا اومدید. باید ببخشید که مزاحم بتون شدیم. خواهش میکنم برای پاره تحقیقات همراه ما تشریف بیارید در آلمان. البته خانم های جای نگرانی نداشته باشم. ما با آقای دکتر و وضع خانوادگیشون آشنایی کامل داریم و به همین جهت سعی کردیم در روزنامه ها از ایشون اسم نبرم. متشکرم. بفرمایید، من در اختیار شما هستم. متاسفم خانم شیرین خانم، امیدوارم این ضربت تخت چشماتو باز کنه تا بهتر بتونی مردمو بشناسی. تو وقتی این نیستی که به خانواده ما بخوری. چیکار کردی مادر؟ چشای همه مثل عقرب نیش هم میزنم. بابا دکتر رو گرفتم. تو از کجا فهمیدی؟ با چشم خودم دیدم، رفته بودم سراغش، میدونستم که تعقیبش میکنم. کیفی که در محل سرقت به دست اومده، اون چیزایی که تو روزنامه ها درباره یه دکتر نوشتن، تمامش مربوط به خود کوروشه. تو از کجا میدونی مربوط به اونه؟ برای اینکه کوروش دیروز به خاطر من رفته بود اونجا، برای اینکه حسین مزاحم من بود. کوروش غیر ممکنه که در سرقت پولا دست داشته باشه. بابا من همین امروز حقیقت رو به پلیس اطلاع میدم، شاید دلیل بزرگی بر بیگناهی دکتر باشه. نه، تو حق نداری تو این کارا دخالت کنی. پلیس نباید به روابط ما و دکتر اون یارو که گم و گور شده پی ببره.
هیچ کس نباید بفهمه، فهمیدی؟ چرا نباید بفهمه بابا؟ گوشات واکن گفتم نباید بفهمم، هیچ کس نباید بفهمه. ولی من میخوام یه چیز رو بفهمم بابا. بعد از اون جریان سرقت دیشب حسین اومده اینجا. حسین کمی مست بود، یه کیفی هم همراهش داشت که توش پر بود. تو منو فرستادی برای خرید دوای ماما، ولی موقعی که برگشتم خونه از حسین اصلا خبری نبود. و بعد که برای پر کردن نفت به زیر زمین رفتی، شبهی شبیه حسین دیدی. تو خیلی چیزای دیگه هم دیدی، ولی اینا همش خواب دختر، خواب. بله، شبه حسین خواب بود، چون روز بعد که رفتم زیر زمین دیگه شبهی در کار نبود. ولی چند قطر خونی که روی کف زیر زمین هنوز خوش نشده بود خواب نبود بابا، چون گربه داشت میلیست. یه چی دیدی که خواب نبود؟ پالتوی حسین که معلوم نیست چرا تو گنجه جا گذاشته. یه دسته چک تضمین شده که از اتاق درهم و برهم پیدا کردم بابا. من حس میکنم که بین تو و حسین بابا جریاناتی هست که از من مخفی میکنی. حرفات خیلی تلخه شیره. حس میکنم شریک جرم حسین باشی، بله. چرا از ماه مردم میترسی؟ میکنم ولی نمیخوام باور کنم. مرده این دومین ضربه ایست که امروز به روح من وارد میشه پدر. یکی در خونه ای که فکر میکردم پناهگاهمه، و دومین در خونه پدرم که زیر سایه اون جوانی خودم هم داره سایه میشه. خفه میشه یا با دستم خفت کنم دخترم؟ نه، ما باید حرف بزنم. چرا جرأت شنیدن حرفامو نداری؟ صدای بغضی که سال هاست مثل زالو خونمو میوه که خالی کنم. من آیندمو از دست دادم، جوونیمو، سعادتمو، آرزوهامو. گناه من چه؟ بذار بگم پدر، دکتر منو دوست داری، منم اونو دوست داشتم، چون انسان بود، میخواست حامی من باشه. اما مادرش منو از خونش بیرون انداخت. میدونی چرا؟ باز کن. میدونی چرا بابا؟ برای اینکه با اون حسین دست به یکی شد، برای اینکه شریک جرم. به همین علت حتی از سایه خودتونم وحشت. دیوونم نکن شیرین، دو سالا دیگه برای سعادت بابا. بابا من دوست نشتم. هیچ کس نمیتونه این تهمت رو به من بزنه. من اونو خوشتم. من حسین رو به خاطر سعادت آینده تو کشتم. به خاطر سعادت آینده تو کشتم. چرا نمیخوای بفهمی؟ به خاطر تو کشتم، به خاطر سعادت تو کشتم، به خاطر تو کشتم. ای خدا، تا کی میخوای ما رو فراموش کنی؟ تا کی ای
کسافت خونه چی کار داری دختر؟ ماما حالش بده، تو رو میخواد. منو واسه چی میخواد؟ من که دکتر نیستم. میگم ماما حالش خوب نیست، پاشو بریم خونه. ما خونه نمیام، اونجا قبرستونه. بیا این پولا رو بگیر برای مادرت دکتر ببر. بگی چرا ما تل برده؟ من که پول ندیدی. بگیر هر چقدر میخوایی بگیر، اگه کمه بازم میدم هر چقدر بخوایی. میگم مردا اینا مادرتو نجات میده، تو هم سعادت مند میکنه. بابا مشروعه. بابا خواهش میکنم، خواهش میکنم نخور، بس دیگه بیا بریم. گفتم اونجا قبرستونه، اینجا هم قبرستونه، همه جا قبرستونه. چرا سکر شدی؟ چرا ایچی نمی؟ چرا دار شدی؟ Oh,
بیدار میشه. کورش توی آره نه سر. تو شهربانی همه چیزو گفتم، مثل اینکه قانع شدن، چون موقتا دست از سرم برداشتن. ولی من قانع نشدم شیرین، بر همینم اومدم بفهمم اون شب حسین با پدرت چیکار داشت. پدرت خونه نیست؟ نه پدرم خونه نیست، ولی حس میکنم کسی رو اینجا دفن کردن. این ساعتم مال اونه. کوروش، ممکنه پدرم حسین رو کشته باشه. به فرضم که کشته باشه، باید دید پولا رو چیکار کرده. تازه رسیدیم به اصل مطلب. سلام. خب مخلص دکترم هستی. اینجا چیکار داریم؟ آخه میدونی خدا رو خوش نمیاد زحمت رو ما بکشیم و حسین آقا اینجا استراحت کنه و پولارم بابای خانم بکشه والا. واضح تر بگیم برای چی اینجا اومدیم؟ جلال واسه چی اومدیم بهش بگو. حسین آقا یه امانتی کوچیکی پیش بابای خانم گذاشتن، اومدیم ببریم دیگه. هر وقت پدرم اومد باش تماس بگیری. فعلا بفرمیم بیرون. چوب کاری میفرمیم خانم، ما واسه خودمون یه پا آبرو داریم، واسه شما صورت خوشی نداره اینجوری با ما تا کنیم. دومندش به شما زحمت نمیدیم. اصغر تو با جلال اتاقا رو بگرد تا من زیر زمین رو نگاه کنم. صبر کن، مگه حرف خانمو نشینی آقای محترم؟ تا پدرشو نیاد هیچ کس حق نداره داخل خونه بشه. درخواه دادا گمونم دلت یه عمل جراحی میخواد آقای حکیم باشی. باره نفلت کن. که جیگرشو داره تکون بخوره، یالا جایی پولا رو نشون بده، وگرنه همی الان مرخصش میکن. نه 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 بلش نفتادم، بلش کن، پولا پیش منه. ها جایی پولا رو نشون دادی بلش نمیکن. چش چش نشون میدم، برداریم بریم. برسه همین اومدم دنبالتون که بگم پولای لعنتی پیش منه. بونجا سزنی زاد سزم پیر من. بیاب جلو یالا از خرفانو سوردار. با ما بیا آقای دکتر، اما خیال نکنی میتونی کاری بکنی. تا تکون بخوری چاقو کارشو کرده. معطل چی هست یالا؟ اینجا شنش بیره. نه زنم خوبی نریم. بپاس کار بپاس. تو همین اتاق خواست دخترم رو با پول بخره. من نه پولا کجاست دیر من؟ من تلک و جای پولا رو نشه بخره. بای سر جد با الله من هلا هلا دست تو بکش کامبو. نیست پدر؟ نه 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 نیست. خاطر جمع؟ هرچی هست تو همون کیف نیست. ببینین که نیست، سروغ نمیگم، برداریم به این شهر دونه از سرم چرم پدر. وحشی ها چی از جون ما میخوان؟ چرا دست از سرمون ور نمیداری؟ نه ترس نه ترس آبجی، طوری نمیشه، حکیم باشی هم اینجا. اینم اخو زحمتش. بریم بچه ها. بریم صبر کنین. هیچ کس حق نداره به این پولا دست بزنه. میخوایی قانون یاد بدین او کرتم؟
گفتم هیچ کدوم از شما حق نداریم به این پولا دست بزنی. این پولا صاحب داره. یعنی میگی مال توه؟ نه خیر، این پولا مال مؤسسه یه که صدها نفر زحمت کشون نم میدن. اینو باش، خیال میکنه که ما زحمت نمیکشیم. چرا؟ چرا؟ شما زحمت میکشیم، منتها این پولا قابل شما رو نداره. اگه اشتباه نکرده باشین مثل این که آقایون پولیس تشریف دارن نیست؟ تنها موردی که اشتباه نکردین همینه. نه خیر.
کوراش هنوز بیهوشه ولی برای مادرش نگرانه. عجله کنید، ممکنه دیوار ریزش بکنه. یالا بجنبید. یه نفر از دیر آبار کشیدن بیرون، هنوز زنده. خونه دیگه ای هست که اونو میپذیره. معطل چی هستی کوروش؟ شیرینو ببر خونه.